سلام به همه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز توی این ویدیو ستینگ پابجی رو با هم بررسی میکنیم و قسمت بیسیک اونو توضیح میدیم. خب بریم سراغ اولین گزینه، یعنی ایم اسیست. این به معنی کمک کردن به شما در نشونه گیری و هدفگیریه. پیشنهاد من به شما اینه که همیشه این گزینه رو روشن نگه دارید. گزینه بعدی بلاک سایت وارنینگه. فعال کردن این گزینه به شما نشون میده که آیا تیرهاتون به هدف برخورد میکنه یا نه. مثلا وقتی میخواین از پشت دیوار یا یه مانع به هدفتون تیراندازی کنید، اگر این علامت ظاهر شد یعنی تیرهای شما به هدف برخورد نمیکنه. Bolt Action Rifle and Crossbow Firing Mode. اگر این گزینه رو برای تپ قرار دادین زمانی که از کراسبو یا سلاحی مثل اسنایپر استفاده میکنید، فقط با زدن گزینه شلیک تیر شما به هدف ارسال میشه. ولی اگر این گزینه رو برای ریلیز قرار بدین، فقط زمانی تیر شما از اسلحه رها میشه که دستتون رو از روی دکمه شلیک بردارید. شاتگان فایرینگ مود. این گزینه هم مثل گزینه قبلی میمونه، ولی این بار در مورد شاتگان صدق میکنه. یعنی شما با انتخاب کردن گزینه تپ و ریلیز میتونید زمان رهاسازی تیر از شاتگانتون رو معلوم کنید. خب بریم سراغ گزینه پیکن فایر. این گزینه در واقع به شما قابلیت خم شدن به سمت چپ و راست میده. پیک اند اوپن اسکوپ. این گزینه هم به شما این قابلیت رو میده که بلافاصله بعد از زدن دکمه پیک اسکوپتون باز بشه. اگر این گزینه رو بر روی حالت خاموش قرار بدین، دیگه اسکوپ به هنگام خم شدن برای شما باز نمیشه. گزینه بعدی لین مود که 3 تا حالت داره. در واقع به شما قابلیت خم شدن توی 3 تا حالت مختلف میده. مثلا گزینه اول که گزینه تپ، شما فقط با زدن دکمه میتونید خم بشید. حالت دوم حالت هولده، یعنی شما باید حتما دکمه خم شدن رو نگه دارید. حالت سوم و حالت آخر گزینه میکسده، یعنی شما هم در حالتی که دکمه رو میزنید و هم در صورتی که نگهش دارید میتونید خم شید. و اما حالت بعدی اسکوپ موده که دقیقا مثل مورد قبلی یعنی لین موده و 3 تا حالت داره. گزینه تپ یعنی فقط دکمه رو میزنید و اسکوپتون باز میشه. حالت دوم حالت هولده که دکمه رو باید نگه دارین تا اسکوپتون باز بمونه. و حالت سوم که شامل هم نگه داشتن و هم زدن دکمه میشه. کامرا روتیشن وایل لینینگ. این گزینه هم امکان چرخیدن دوربین رو زمانی که خم میشید به شما میده. کامرا روتیشن وایل ADS. این گزینه هم مثل گزینه قبلی امکان چرخیدن دوربین رو به شما میده، ولی این بار زمانی که تیراندازی میکنید. کانتد ساید باتن. این گزینه هم امکان استفاده از ساید اسکوپ رو به دو حالت به شما میده. اولین حالت تاب تو یوز، همونطوری که میبینید به این صورت با فشار دادن این دکمه میتونید از ساید اسکوپ استفاده کنید. و اما حالت دوم تاب تو سویچ. این حالت با سویچ کردن اسکوپ ها صورت میگیره. گزینه بعدی جایروسکوپ یا همون جیروسکوپه. این گزینه هم 3 تا حالت داره. حالت اول آلویز آن، یعنی همیشه جایروسکوپ فعال باشه. حالت دوم اسکوپ آن، یعنی فقط زمانی جایروسکوپ فعال باشه که اسکوپ رو باز کرده باشیم. و حالت سوم حالت کلوزه که همیشه جایروسکوپ رو بسته نگه میداره. و اما دیسپلی لفت سایت فایر باتن. اگر این گزینه فعال باشه، شما یه دکمه شلیک در سمت چپ صفحتون مشاهده میکنید. امیدوارم که از این آموزش استفاده کرده باشین. و اگر فکر میکنید که ممکنه کمکی برای دوستانتون باشه، حتما اینو با دوستاتون شیر کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.